مهاجرانی مهنتی از آسیای مرکزی در روسیه بنابر پرونده اشتراک نمودن در حرکت اسلامی حزب تحریر دستگیر شدند. سنه 3 دکبر در خدمات فدرالی امنیتی روسیه اطلاع دادند که در شهر مسکو و چلیابینسک اعضایان حرکت اسلامی حزب تحریر دستگیر شدند که در میانی دستگیر شدگان در شهر مسکو شهروندان کشورهای آسیای مرکزی نیز هستند. سنه 5 دکبر دادگاه میشانسکی شهر مسکو بازداشت 6 نفر پیشتر دستگیر شدگان را تصدیق نمود. در میانی عیبدار شوندگان کیمسانا فرهاد جان، ممدالیف معروف جان، سلطانوف اقبال جان، تختسینوف اکرام الدین، خالداروف غلام جان، خالماتوف عزیز بیک، مالکوف معروف جان هستند. آنها طبق ماده 255 قسم 2 کودکس جنایی فدراسیون روسیه اشتراک کردن در فعالیت تروریستی عیبدار دانسته می شوند. در میانی آنها هم شهروندان روسیه و هم شهروندان ازبکستان نیز هستند. همه آنها تا سنه 2 فوریه سال 2020 در حبس نگاه داشته می شوند. اطلاع دادن در خدمات مطبوعاتی خدمات فدرالی امنیتی. طبق ماده مذکور دستگیر شدگان را از 10 سال تا 20 سال محکوم شدن به زندان انتظار است. در 2003 سال که قرار بود رأی ورکوب دادگاه را یک مثال از того, что вот حزب التحریر, член حزب التحریر занимается подготовкой теракт, не было приведено. Это можно легко убедиться, посмотреть решение Верховного суда. После этого сначала давали маленькие сроки, там условные маленькие сроки, потом приняли еще статью 205 «Поддержка терроризма». Получается как? Вот они в 2003 году признали организацию террористической, а дальше можно любого человека, исламиста, у которого книжка нашлась какая-то, где там может быть даже Хизб ут-Тахрир написано. Все, он поддерживает терроризм. Ёдрас мекунем ки ташкилотҳои ҳимоятгари ҳуқуқи руси ва байналхалқи мунтазам маҳбусоне ки барои иштирок кардан дар ҳаракати исломии Хизби Таҳрир адои ҷазо менамоянд, ҳамчун маҳбусони сиёсӣ эътироф мекунанд.